اوضاع در منطقه به دنبال ترور اسماعیل هنیه همچنان ناآرامه. در حالی که برخی مقام های رژیم صحبت از انتقام می کنن، اما برخی دیگه بر لزوم پیدا کردن حفره های امنیتی برای جلوگیری از ضربات آینده تاکید می کنن. در همین حال فشارها از سوی کشورهای غربی به رژیم شدت گرفته. آمریکا نیروی بیشتری رو به منطقه برای حمایت از اسرائیل در مقابل با حملات احتمالی رژیم اعزام میکنه. همزمان مذاکرات آتش‌بس از هفته آینده از سر گرفته میشه. سوال اینجاست که مسیر تحولات به چه سمتیه؟ برای بررسی این وضعیت همراه میشیم با آقای عزیز پاکنژاد. آقای پاکنژاد، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که همراه ما هستین. ابتدا میخواستم ارزیابی شما را از موضع‌گیری‌های بین‌المللی در قبال اوضاع منطقه بشنویم. بفرمایید آقای پاکنژاد. با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. قبل از هر چیز عرض کنم خدمتتون که موضع‌گیری‌های بین‌المللی چه کشورهای شرقی و چه کشورهای غربی در کل از انسجام خاصی برخوردار نیست. که طبیعتاً از دیدگاه ها و سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت این کشورها ناشی میشه. بسیاری از بحران ها و مسائل جاری در منطقه مثل جنگ غزه به طور مثال، این کشورها رو به دلیل پیچیدگی موضوع و احتمال تقسیم بندی جدید منطقه در آینده، این رو مجبور کرده که مرتب در مواضع اعلام شده شون تجدید نظر بکنن. مواضع کوتاه مدت این کشورها به خصوص غرب و امریکا تا جایی که به جنگ غزه، یعنی جنگی که در حال انجامه، در این جنگ جاری برمیگرده، به دلیلی که سعی میکنن به هر شکل شده که شده رژیم ولایت فقیه رو از زیر ضرب خارج کنن، لابد تا مجبور نشن درگیری زودرس رو با اون آغاز کنن، مواضعشون سر و ته محکم و معتبری نداره، مرتب بالا پایی میره. الان چیزی که براشون در درجه اول اهمیت قرار داره آرام کردن درگیری مستقیم بین رژیم و اسرائیل که میتونه اوضاع رو برهم بزنه و کنترل رو از دستشون خارج بکنه. برای همین میبینیم که رفت آمد مقامات نظامی امریکا مثل فرمانده سنتکام به اسرائیل و مذاکره با مقامات اسرائیل رو شاهد هستیم، داریم میبینیم، تا در مقابل حمله احتمالی رژیم به اسرائیل هماهنگی لازم رو انجام بدن که طبیعتاً برای کمک به اسرائیل در مقابل حملات احتمالی رژیم هست. همزمان همونطور که خودتون هم گفتید فشارا زیاد شده، صحبت از پیام‌های تهدیدآمیز آمریکا به رژیم هست که مانعش بشه که حمله گسترده بکنه و اوضاع رو به نقطه جوش نرسونه. از قرار معلوم این تهدیدهای امریکا رژیم جدی گرفته و فعلا فقط داره شعار میده، چون اینجوری که پیداست رژیم هم از قاطعیت اسرائیل در یک جواب سخت به همون میترسه که نتونه بعدش رو کنترل بکنه. میبینه که کشورهای غربی هم که روشون حساب میکنه مثل فرانسه مثلا، اونا هم نمیخوان رژیم اوضاع رو خطرناکتر از اینی که هست در منطقه بکنه. مجموعا در مورد موضع‌گیری‌های بین‌المللی تقریبا میشه گفت همشون به ضرر جنگ افروزی رژیم هست و طبیعتا اگر حمله گسترده به اسرائیل بکنه با عکس‌العمل امریکا و متحدین اسرائیل روبرو میشه و به احتمال قوی شکست میخوره بازم و عواقب بدی داره براش، هم برای خودش هم برای حزب الله در درجه اول و بعدم نیابتی هاش داره و باعث تضعیف بیشتر کل نظام خواهد. آقای پاکنژاد، مواضع درون رژیم رو در رابطه با پاسخ به ترور اسماعیل هنیه چطور میبینیم؟ ما صدای واحدی از اونجا ظاهرا نمیشنویم. بله، کاملا درست میگه. داخل کشور اوضاع بعد از این ترور برای باندهای مختلف بسیار سخت شده. باندهای مغلوب از ترس عواقب جنگ، این جنگی که رژیم میخواد بیشترش بکنه، مرتب تکرار میکنن که جواب دادن به ترور، به ترور هنیه، همون چیزی است که اسرائیل میخواد و بعدش هم استدلال میکنن که اسرائیل با این ترور میخواسته که قصد داره در
که پای نظامشون رو به یک جنگ مستقیم بکشونه تا به نفع خودش همه چی رو عوض کنه. مثلا میگن کشورهای غربی هرگز اجازه نمیدن که اسرائیل شکست بخوره، اینو به عنوان یه چیزی که میدونن قبول دارن. و گسترش این جنگ حتما باعث اینا هم میگن که باعث تأثیر گذاشتن روی انتخابات امریکا هم ممکنه بشه و شکست دموکرات ها رو به دنبال خواهد داشت و رژیم رو از این امتیاز و مماشات فعلی محروم میکنه. میگن الان کشورهایی مثل امریکا، مثل قطر، مثل مصر و اینجور کشورها دنبال مذاکرات آتش بس هستن بین اسرائیل تو جنگ غزه و این حمله اگه انجام بشه کار اونا رو هم مشکل میکنه و رژیم به عنوان یک نظام جنگ طلب به شدت ایزوله میشه. این باندا بیشتر روی این که همینی که خودتون فرمودید در مقدمه روی سهل‌انگاری در این مورد که از طرف باند ولی فقیه که گفتن خوب حفاظت بده از هنیه و موضوع نفوذ رو مطرح میکنن، نفوذ در دستگاه امنیتی رو اینو بزرگ میکنن، شاید هم منظورشون این باشه که رو منحرف کنن، باعث بشن خامنه‌ای از فکر انتقام سخت و خونخواهی و اینجور دا که به اصطلاح حرفشو میزنه در بیاد بیرون و به همون شکل قبل ادامه پیدا بکنه. از اون طرف امام جمعه هاشون، بلنگوهای باند خامنه‌ای، پاسداراشون و به اصطلاح میگم بهشون اصولگرا، اینا تلاش میکنن جبر و جنگی هن تا ولی فقیهشون تصمیم خود بگیره. البته همونطور که انتظار میرفت در این موزیری های داخلی باندها اون شدت روزهای اول دیده نمیشه و برای هم شک و تردید ایجاد شده در انجام حمله مستقیم به اسرائیل و این جایش خودشو داده به تفاسیری که مثلا شاید حزب الله به طور مستقل عمل بکنه و موضوع با یه سری حملات اینجوری فیصله پیدا بکنه و از اینجور هر. بله آقای پاک نژاد، الان مشخصا موانعی که بر سر راه رژیم برای پاسخگویی وجود داره چیه؟ چون از یه طرف شما هم اشاره کردین، حتی دیروزم احمد خاتمی تو نماز جمعه اشاره میکرد که ما پاسخ رو به هر حال خواهیم داد. چه مانعی در برابر اینا وجود داره که اینقدر فعلا نتونستن کاری بکنن یا عکس العملی نشون بدن از خودشون؟ بله، اصل موضوع همینجاست. موانع بسیارن. اگه ساده بود و خامنه‌ای مطمئن بود که مثل دفعه قبل اتفاق اونچنانی برای خودش و نظامش نمیفته، حتما تا حالا کاری کرده بود. اما فکر میکنم این تهدیدات امریکا و غرب و حتی روسیه که بهش پیغام داده که گسترش جنگ در حال حاضر سودی نداره، اینا احتمالا نقش مهمی در تصمیم خامنه‌ای و یعنی تصمیم نگرفتن خامنه‌ای و تردید و دلی که تا حالا نشون داده احتمالا داشته، تأثیر داشته. آمریکا حتی به تهدید و پیام‌های تهدیدآمیز هم اکتفا نکرده. دیدیم که سنت کام رو به آخرین مدل جنگنده های F-22 رپتو که مال نیروی هوایی امریکا هستن مسلح کرده و میگن اینها به علاوه تسلیحات و کشتی های جنگی و ناو هواپیما بر و ناوهای همراهش رو به منطقه فرستاده یا اینکه آماده کرده در منطقه برای مقابله با تهدیدات رژیم آخوندها و گروه های نیابتیش، که اینا رو به نظر من رژیم این بار جدی تلقی میکنه، یعنی روش داره فکر میکنه. من فکر میکنم الان خامنه‌ای بسیار سردرگمه، دنبال راهی میگرده که این بار هم کار به جنگ گسترده نکشه و در مقابل یه دوره سختی قرار داده خودشو که میتونه تهدیدات جدی برای نظامش داشته باشه. بسیاری از محافل غربی هم معتقدن که و میگن که رژیم میخواد به اسرائیل حمله بکنه اما توان جنگ گسترده رو نداره و این به نظر من یک واقعیت. حتی حزب الله هم از ورود به یک جنگ گسترده میترسه. حسن نصرالله توی یکی از این سخنرانی آخرش اومد و یه جوری پاسخ سخت رو که خامنه‌ای ازش صحبت میکنه به دوش خامنه‌ای انداخت و گفت رژیم موظفه که این کار رو بکنه. این کلمه موظفه یه جور خاصیه، یعنی اون هم میگه که رژیم باید حمله بکنه اول و بعد ما وارد بشیم. و
و اینا همه خامنه‌ای رو در این دوراهی سخت قرار داده. همین امروز در خبرها بود که امیر سعید ایروانی که سفیر و نماینده دائم رژیم در سازمان ملل از موضع بسیار پایین اومد، گفت که پاسخ به اسرائیل حق ماست، اما برقراری آتش بس پایدار در غزه اولویت ماست و هر توافقی که حماس بپذیره ما هم اونو قبول داریم، مورد قبول ما هم خواهد بود. معنیش اینه که رژیم میخواد هم از توبره بخوره و هم از اخور. علاوه بر همه اینا یه چیزی که روشن بحران مشروعیته در داخل کشور، خطر قیام هاست که اینو خوب بدونه خامنه‌ای که در صورت بروز جنگ گسترده این قیام ها احتمال زبان کشیدنش بسیار زیاده و این کابوس همیشگی خامنه‌ای بوده. و بعدم این با این اوضاع بحرانی اقتصادی، کمبودها، اعتراضات که روزمره ادامه داره، اینا و بسیاری مقولات دیگه تو این معادله به نظر من موانع اساسی هستن برای پاسخگویی و تشدید جنگ با اسرائیل و به نظر من کاملا واقعی هست و رژیم حتما اینها رو در نظر داره، به خصوص خامنه‌ای. بله آقای پاکنشات، حالا به عنوان آخرین سوال، چون فردا هم دولت پزشکیان معرفی میشه توی مجلس، میخواستم از این منظر هم این بحرانی که تو منطقه وجود داره رو با هم یک نگاهی بکنیم و فکر میکنین آیا تشکیل کابینه پزشکیان تأثیری بر این تحولات توی منطقه چگونه هست؟ آیا در جنگ افروزی که رژیم دنبالش هست تأثیر بیشتر میذاره یا نه؟ شما عکس میبینین موضوع رو، چطور اینو ارزیابی میکنین این موضوع؟ ببینید، همونطور که گفتید دولت پزشکی تا الان که هنوز ترکیبش مشخص نیست. بله. اینی که میگن امروز میشه فردا میشه، خود پزشکی میگه فرصت بدید به من، خب معلومه که اوضاعشون در هم بر هم. این دولتی که الان در رأسش هست همون دولت رئیسیه، بنابراین نمیشه از الان گفت کابینه جدیدش و خط و برنامه‌ای رو که در پیش میگیره چه تأثیری بر تحولات منطقه داره، یعنی حداقل من نمیتونم بگم، چون این دولت هرچی باشه بنا به گفتی رئیسش که پزشکیان باشه قرار نیست در مقابل جنگ افروزی خامنه‌ای و خطی که اون میده اونم در همه زمینه‌ها تغییری رو صورت بده. مسلما اگر ترکیب این دولت با اکثریت اصلاح طلبان و قلابی باشه، اونم از هر نوع تیره و طایفه، چه رفسنجانی چیچه، روحانی چیچه، خاتمی چیچه، هرچی، طبق روال اینا باید دنبال مذاکره و سازش با غرب باشن، یعنی معنیشم تسلیم و زرق خوردن به ولی فقیه این کار، که در حال حاضر چه این خبری نیست، یعنی تا حالا هیچ نشانی از این که حتی در ترکیب دولت آینده اکثریت دست باندهای مغلوب باشه در خبرها دیده نمیشه. خود پزشکیان داره زمینه اینو آماده میکنه که دیروز تو سخنرانیه که من شنیدم صحبت از این میکرد که نگید که این فرد مال فلان دولت قبلی بوده یا، ولی فکر میکنم خودش داره دنبال یه ترکیبی باشه از دولت رئیسی و دولت‌های قبلی با کسانی که به صورت اصولی با راه رسم خامنه‌ای مخالف نباشن و البته اراده‌ای هم برای تغییر در ساختار رژیم نداشته باشن. این خیز آدمایی مثل جواد ظریف تو معرفی ترکیب کابینه و دادن صحبتایی میکرد که میگفت که تو این ترکیبی که درست کرده امتیاز رو به اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان به اون ترمایی که خودش به کار گرفت داده و اینجوری باید باشه، که اینا شدیداً توسط این آخوندهای دستگاه ولی فقیه و همینطور اون سینه چاکان رژیم در مجلس اینجا اونجا گفتن که خیلی مورد حمله قرار دادن و میگن که این کار ضد شایسته سالاری است که خامنه ای میگه، یعنی میگه شما یک کسایی رو میخواید بذارید امتیاز بهشون بدید که شایسته نیستند و این کار رو خراب میکنه، از حالا دارن باش مخالفه. خود ظریف هم بعد از اون جستای اولیه و ادا در آوردن ها که دیدیم در مقابل فشار باند خامنه‌ای اعلام کرد که خط و برنامه همونیه که خامنه‌ای میگه، این رو خودش اعتراف کرد. حالا از اینا گذشته، تأثیر که بحران منطقه روی کار تشکیل کابینه پزشکیان گذاشته اینه که به نظر میرسه این کار
باید سر سامون گرفته باشه، یعنی این داستان خونخواهی و اینا سر سامون بگیره و بعد به این مسئله بپردازن. حالا اینکه فردا کابینه رو معرفی کنه یا نه، ولی به هر حال موضوع اصلیشون همین مسئله حمله و انتقام و این حرفاست. چون منطقا خامنه ای اگه بخواد به این جنگ دامنه بیشتری بده، همون وزرای دولت رئیسی که الان سر کارن بیشتر به دردش میخوره تا کسانی که تازه کارن و بیان و ادعا بکنن و مدعی باشن، تا اینکه هماهنگ باشن با ولی فقیه. به هر حال دولت پزشکیان هر زمان که تشکیل بشه با هر ترکیبی به نظر من زیر سلطه ولی فقیه قرار داره و نمیتونه در مسائل منطقه به طور خاص راه مستقلی رو پیش ببره. اگه هم مذاکره خارجی در کار باشه، اونم با فرمان و خواست خامنه‌ای خواهد بود و نه خواست پزشکیان. بله، سپاسگزارم از شما آقای عزیز پاکنژاد که همراه ما بودین و ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین و همه نکاتی که برامون داشتین. خدا نگهدار شما آقای پاکنژاد. منم از شما تشکر میکنم، به خاطر دعوتتون. موفق و پیروز باشید. درود بر شما.